سلام. احتمالاً خبردار شدید که رسماً بالاخره ویندوز 10 بعد از ویندوز 8 به بازار عرضه شد. احتمالاً دوست دارین که راجع به ویژگی‌های جدیدی که اضافه شده بیشتر بدونین، به خصوص که همه، تأکید میکنم همه، میتونن ویندوز 10 رو دانلود و نصب کنن، حتی اونایی که برای ویندوزهای قبلی پول ندادن و یا نسخه کرک شده داشتن. با ما همراه بشید تا ویندوز رو با هم تا ویندوز 10 رو با هم شخم بزنیم. ویندوز رو شخم نمیزنن البته. بگذاریم. اولین ویژگی که قولش داده شده بود و الان به ویندوز 10 اضافه شده، برگشتن دکمه استارت روی صفحه دسکتاپ. توی ویندوز 7 این دکمه در واقع روی صفحه دسکتاپ وجود داشت، ولی ویندوز تصمیم گرفت در ویندوز 8 برای این دکمه در واقع یه صفحه جداگانه بسازه تا شما به اون صفحه بریم و وارد در واقع استارت بشین، که باعث شکایت ها و گله گذاری هایی شده بود و ویندوز تصمیم گرفت که دوباره این دکمه رو برگردونه روی دسکتاپ. دکمه استارت توی ویندوز 10 ترکیبی از استارت توی ویندوز 8 و ویندوز 7ه. هم اپلیکیشن ها توش هستن که تو ویندوز 8 بودن، هم گزینه های قدیمی ویندوز 7. روی آیکون پنجره‌ای گوشه پایین سمت چپ ویندوز 10 که بزنید استارت باز میشه. در سمت راست لیست اپلیکیشن های مختلف و متعدد رو میبینید که تو تقسیم بندی های مختلف عرضه شدن. روی هر کدوم که کلیک راست کنید چند تا گزینه میبینید، از جمله اولین گزینه به اسم Unpin from Start که با زدن روی اون اپلیکیشن از استارت حذف میشه. اینطوری میتونین تعیین کنین که چه برنامه هایی توی استارت نمایش داده بشن. سمت چپ استارت هم به طور پیش‌فرض 4 تا گزینه هست: فایل اکسپلورر، سیتینگز، پاور و آل اپس. فایل اکسپلورر رو همه میشناسن. یکی از هوشمندانه ترین درخواست های کاربران این بوده که ویژگی نیو تب به فایل اکسپلورر اضافه بشه و مثل مرورگر باهاش رفتار بشه، ولی فعلا از این ویژگی خبری نیست. پاور که گزینه های خاموش کردن و ریستارت کردن رو توی خودش داره. آل اپس هم در واقع همون گزینه آل پروگرامز توی ویندوز 8. گزینه سیتینگز اما به توضیح بیشتری نیاز داره که ما بعداً توی ویدیوهای آینده تواناتک برای شما توضیح خواهیم داد. ویژگی بعدی که به ویندوز 10 اضافه شده کمک دست صوتی کورتانا هستش. نحوه کار این دستیار صوتی شبیه سیری تو آیفونه. میتونید دستورهای مختلفی رو به کورتانا بدین و ازش جواب بگیرید. برای فعال کردن کورتانا، طوری که با گفتن جمله هی کورتانا شروع به کار کنه، وقتی روی نوار جستجوی کورتانا که کنار دکمه استارت هست بزنید، 4 تا گزینه در سمت چپ میبینید. روی دومین گزینه که آیکون یه دفترچه است بزنید و بعد سیتینگز رو انتخاب کنید. حالا گزینه هی کورتانا رو روشن کنید. فراموش نکنید که با استفاده از کورتانا تو این حالت باتری بیشتری هم مصرف میشه. گزینه بعدی تسک سویچر هست. ویژگیه که در واقع شما پنجره هایی که باز هستن و برنامه هایی که در حال اجرا هستن رو میتونین یک جا ببینین و در مورد اونا تصمیم بگیرین. توی نوار پایین دسکتاپ روی آیکون تسک سویچر که بزنین میبینین که چه اتفاقی میفته. وقتی آیکون تسک سویچر رو بزنین، گوشه تصویر سمت راست یک گزینه هست به اسم نیو دسکتاپ که با زدن روی اون ویندوز این اجازه رو به شما میده که دسکتاپ های دیگه ای داشته باشین و برنامه های دیگر رو اونجا اجرا کنین، کاملا متفاوت و مستقل از برنامه هایی که روی دسکتاپ اول دارین. میتونین تعداد دسکتاپ ها رو افزایش بدین و به عبارت دیگه دسکتاپ های مجازی برای خودتون ایجاد کنین. دکمه های ویندوز و تب رو با هم بزنین تا ببینید چی میگن. البته قابل توجه است هر که گزینه تسک سویچر قبلا توی ویندوز به نوعی وجود داشت و میشد با زدن دکمه آل تب بین پنجره ها و برنامه ها رفت و آمد کرد. هرچند قبول دارم که الان توی ویندوز 10 کامل تر و خوشگل تر شده. ویژگی دسکتاپ مجازی هم کاملا جدیده. حالا یک یک شد. گزینه بعدی که توی ویندوز 10 شکلش عوض شده اکشن سنتر هستش. آیکون این قسمت تو گوشه پایین سمت راسته. روش که کلیک کنین گزینه‌های مختلفی می‌بینین، از جمله شبکه وای‌فای که بهش وصلین یا بلوتوث، حالت ایرپلین، تنظیمات و گزینه‌های دیگه که همه رو یک جا دارید.
کسی یادش میاد که اکشن سنتر توی ویندوز 7 یا 8 بوده باشه که توی ویندوز 10 شکلش عوض شده باشه؟ نمیدونم. شاید حسین یادش بیاد. یه خبر خوبم برای کسایی داریم که با کامند پرامپت کار میکردن. بالاخره کامند پرامپت هم وارد قرن 21 شد و از دوره داس و انسی بیرون اومد. حالا دیگه میتونید سایز پنجره کامند پرامپت رو عوض کنید، از کنترل سی و کنترل وی واسه کپی پیست استفاده کنید و ویژگی های دیگه. البته خیلی مونده تا کامند پرامپت از این حالت بچگانه بیرون بیاد، ولی خب همینم هم پیشرفته بدی نیست. کامند پرامپت رو که باز کردید روی نوار بالاییش کلیک راست کنید و پراپرتیز رو انتخاب کنید. حالا گزینه های جدیدی رو میبینید. مثلا تو بخش اکسپریمنتال ویژگی های مفیدی اضافه شدن. کی میتونه بگه چیا اضافه شدن؟ الان این ویژگی که گفتی انقدر مهم بود، من فکر کردم که میخواد راجع به مرورگر جدید مایکروسافت با شما صحبت کنه. خب حالا خودم میگم. مایکروسافت یه مرورگری داشت به اسم اینترنت اکسپلورر که همه باهاش آشنایی داریم. وقتی که در واقع دستتون میخورد اشتباهی رو اینترنت اکسپلورر، باید از مایکروسافت تقاضا میکردین که وقتی میبندینش کامپیوترتون هنگ نکنه. واقعا. حالا مایکروسافت یه مرورگر جدیدی عرضه کرده به اسم اج که هم زیباتره، هم بهتره و هم خیلی سریعتر. بله دیگه، واسه بچه های امروزی کامند پرامپت مهم نیست، سر در نمیارن ازش. بگذاریم، سحر راجع به مایکروسافت اج درست میگه. هرچند خیلی مونده که مایکروسافت اج به پای فایرفاکس و کروم برسه، ولی ویژگی های خیلی خفنی داره و به سرعت مراحل رشد رو طی میکنه، من مطمئنم. مثلا شاید الان مایکروسافت اج نمیتونه اکستنشن ها رو ساپورت کنه، ولی یه ویژگی خیلی باحالی که داره اینه که شما میتونین از وبسایت ها روشون بنویسین، حاشیه نویسی کنین، کنارشون با قلم یا تایپ کنین و بعد این صفحه رو سیو کنین و برای بقیه بفرستین. اج رو که باز کنین گوشه بالا سمت راست یه گزینه هست به اسم میک وب نوت که به کاغذ و قلم شبیه، روش بزنید و روی سایت هر چی خواستید بنویسید، بعدش هم سیوش کنید. اگه روی منوی سه نقطه گوشه بالای سمت راست و اج کلیک کنین، میتونین روی گزینه پین تو استارت بزنین تا اون صفحه رو به منوی استارت منتقل کنین. اینطوری اون صفحه از طریق منوی استارت در دسترستون قرار میگیره. گزینه سیتینگز توی منوی اج هم گزینه های متنوعی داره که حتما توی یه برنامه دیگه بیشتر درباره اونا با شما صحبت میکنیم. اما چند نکته رو خلاصه اینجا میگیم. آخر منوی سیتینگز روی ویو ادوانس سیتینگز بزنیم. حالا این کارا رو انجام بدیم. گزینه های بلاک پاپ اپس، سند دو نات ترک ریکوست و هلپ پروتکت می from malicious sites and download with smart screen filter رو فعال کنید. گزینه use Adobe Flash Player رو هم غیر فعال کنید. این برنامه رو اختصاص دادیم به توضیح تفاوت‌های ویندوز 10 با ویندوز 7 و 8 و ویژگی‌های جدیدی که تو ویندوز 10 اضافه شده. قطعاً تو آینده درباره ویژگی‌های امنیتی ویندوز 10 با شما بیشتر صحبت می‌کنیم. تواناتک هیچ وقت کاربراش رو در زمینه تنظیمات امنیتی تنها نمی‌ذاره. البته تواناتک توی هیچ زمینه کاربرای خودش رو تنها نمیگذاره. از تواناتک سوال کنین و پاسخ سوالاتتون رو خیلی زود دریافت کنین.